صحت نداره. سوم اینکه فرمودند که حزب وظایف دیگری داشت در برابر زحمتکشان. و در اینجا همین بحث مطرحه که ما تاریخ رو بررسی کردیم و دیدیم که مسئله‌ای که اصلا مطرح نبود زحمتکشان بود، شعارها به نفع زحمتکشان بود، اعمال درست مغایر منافع زحمتکشان. و این هم نه اینکه مختص یک حزب خاصی است به نام حزب توده، بلکه جریان عمومی است، برای اینکه اون شعارهای مربوط به دفاع از طبقه کارگر و زحمتکشان بر اساس یک تزهای اولیه مارکس هست که اون تزها در عمل در تمام موارد توسط کمونیستان نقض شده و حتی تئوریایی که از زمان لنین به بعد در مورد به اصطلاح تکامل مارکسیسم ارائه شده تمام نقض تئوریای اولیه مارکس در مورد تکامل اجتماعی است. به این ترتیب این مسئله که شما مطرح میکنین فقط میتونه در چارچوب نظریات اولیه مارکس مطرح باشه که اون نظریات هم بر اساس اینکه به واقعیت در نیامد و کمونیست‌ها هر جا خواستن عمل کنن مغایر اون عمل کردن و براش هم تئوری ساختن، نشون میده که اندیشه های اولیه مارکس صرفاً یک ایدئالیسم و پندارگرایی بوده. به این ترتیب من فقط در اینو حالا محورش رو عرض کردم، بعدها در پایان این جلسه اگر فرصت بشه اون وقت بحث‌های مفصل و همراه با اسناد رو ارائه خواهیم کرد. بفرمایید. اتفاقا صحبتی که آقای پرتوی کردن، اون جمله آخرش به نظر من مطلبی است که من می‌خواستم بیان بکنم و اون عبارت از این است که من مثل یک تحصیلات من در رشته علم اقتصاد بوده و اولین آشنایی من و عمیقاً با آثار مارکس هست، اون هم در زمینه‌های اقتصادی. به این دلیل میشه گفت که واقعاً حالا من میتونم بعد از این دوران طولانی بگم که من در همون پندارگرایی مارکس خلاصه قوطه‌ور هستم و مطالبی هم که اینجا گفتم شنیدم که یکی دیروز همینجا از دوستان میرفت، اسم نمیبرم، میگفت که فلان کس به ما حالا دیگه درس اخلاق میده. واقعا اون چیزی که در درون من هست همین هست که من فکر میکنم که انسانی اگر میخواد مبارز باشه بایستی اخلاقیات رو به تمام معنا رعایت بکنه، کوچکترین قدمی در این جهات بر نداره، اگر جایی اشتباه کرد حتما اشتباهش رو چیز بکنه. به این ترتیب واقعا حالا من میتونم بگم که همون که شما گفتید در اون حالت پندارگرایی هستم. به این ترتیب و بررسی که ما میکنیم الان از مواضع حزب بعد از گذشت 30 سال هست، یعنی من الان نظریات خودم رو بیان میکنم. من وقتی میگم که اینها کمترین اطلاعی از مسائل تئوری که یک حزب طبقه کارگر نداشتن، معناش عبارت از این است که خود من تصورم درباره حزب طبقه کارگر عبارت از حزبی است که بنابر اون ایدئال هایی که مارکس ابتدا مطرح کرده باید تشکیل بشه، باید به اصطلاح صداقت و صمیمیت و پاکی و چون درباره مارکس اینها رو نوشتن که خیلی آدم صادقی بود، پاکی بود، فلان بود، اینها رو نگه داره. در مورد لنین با نظریاتی که گفتید من موافقم، لنین نظریات دیگری داره، یعنی در مسائل زیادی عدول کرده. اصلا به کلی مثلا مارکس عقیدش این بود که سوسیالیسم بایستی در تعداد زیادی از کشورها برپا بشه، لنین این نتیجه رسید که نه فقط در یک کشور است، حالا میبینیم که در چه نتایجی به بار آورده. این مربوط به اون هست. اما اون چه مربوط به اقدامات عملی آقایون هست که انجام دادن، به نظر من این حتی در داخل همین کش تئوری ها هم نمی گنجه، یعنی این که یه کارهایی شده که یه ترورهای صورت گرفته که اصلا این در داخل سازمان مافیایی فقط میشه اسمشو گذاشت که میشه چنین کارهایی انجام داد. این اصلا هیچ ارتباطی به نظر من اصلا با حزب پیدا نمی کنه. یعنی واقعا حالا ما فقط میتونیم تأسف بخوریم از این که این اطلاعات رو از ما پوشیده نگه داشتند. و من همونطور که دیشب گفتم اگر این اطلاعات رو نه فقط من، هر انسانی که یه خود عقل داشت 20 سال 30 سال 40 سال پیش میفهمید اصلا فقط باید دیوانه بود که دنبال سر اینها و در این حزب حرکت میکرد. این اون مطلبی بود که دیشب هم من گفتم در صحبتم. متشکرم.
آیا اون نسبت به مطالب دیگه مسئله ندارن؟ چون وقت محدود است، حتی المقدور کوتاه و مختصر اگر مطلب. من در رتبه اظهارات آقای کیانوریش گفتن که همه قرار نبود برگردن، من مبنای صحبتم آقای طبری در رتبه برگشتنش به ایران بعد از انقلاب می نویسه پس از پلنوم، یعنی پلنوم 16 کیانوری دستور داد که هیئت اجراییه و افرادی از کمیته مرکزی که به طور عمده در پلنوم 15 انتخاب شده اند عازم ایران شوند. مهاجرت 30 ساله من نیز با این اقدام خاتمه یافت. با توجه به این مطلب که آقای طبری نوشتند و این سه نفری که ذکر شد تو پلنوم 15 انتخاب شده بودند و ما میبینیم که این دستور شامل این سه نفر نمیشه، در این رابطه که این توضیح از آقای کیانوری خواستیم که جواب بدن. جواب من باز همون است، من دستور ندادم به این که همه کسانی که انتخاب شدن بیان. گفتم داوود نوروزی هم عضو کمیته مرکزی بود، از خیلی پیش نخواست بیاد، نیومد، ما مجبورش نکردیم که بیاد، دستورم بهش ندادیم که بیاد، از عضویت کمیته مرکزی هم اخراج نشده، هیچ چیزی نبود است که دلیلی نبود است که ما حتما مجبور بکنیم و دستور بدیم که همش بیاد. آقای طبری هم که اینطور نوشتن این است که اعضای هیئت اجراییه به تهران بیاین. صحبتی دارید؟ بفرمید. شما در اینجا چند مطلب هست در باره عباسی که پرتوی گفتند که من گفتم که عباسی که اعتراف کرد به این توقیف ها 150 نفر و فلان اینا، اگر میدونست که من هم از قتل محمد مسعود اطلاعی داشتم حتما میگفت. من اینطور نگفتم، من گفتم که عباسی پس از این که روزبه گرفتار شد و اعتراف کرد و اعترافات روزبه رو همه در روزنامه های تهران بایستی خونده باشن، کسانی هم که در خارج بودن در شوروی روزنامه ها در رادیو کار میکردن مسلم این است که اعترافات روزبه رو در روزنامه کیهان اطلاعات خوندن، نمیتونن بگن که ما اطلاع نداشتیم، همش منتشر شده اونجا با تمام تفصیلش با جزئیاتش. من گفتم که پس از این که عباسی روزبه این اعتراف کرد و روبرو شد، اگر سیفی همایون که یک فرد خیلی پایینی در اون گروه بود و یه همچین ادعایی کرده است که من از قتل محمد مسعود اطلاع داشتم، پس حتما میبایستی عباسی اطلاع دقیق داشته باشه، برای اینکه معاون روزبه بود است، همه کاره بود است، و پس از اینکه با روزبه او رو روبرو کردن و اعتراف کرده مسلماً با اون دشمنی که نسبت به من داشت این رو حتما میگفت. من اینطور گفتم. اینجا درباره قتل زاخاریان یک دلیل دیگری هست که باز به چه شکل انجام گرفته که با اون گفته‌ای که سرلشکر یکی از همون سباکی ها خلاصه موثر، ولی سردی موثر شما گفتید، گفتید اینا به کلی متفاوت است. من دلیل اصلی رو دفعه پیش گفتم که ما از مقامات شوروی که زاخاریان نسبت به اونها خیلی نزدیک بود در پلنوم هفتم، بله پلنوم وحدت، اینجا اینش خوندم در اظهاراتی که قبلا گفتم، ما از اونها سوال کردیم درباره دانشیان و درباره همین اتهام قتل زاخاریان و اونها صریحا جواب دادند که هیچ دلیلی برای تایید این دو مسئله نیست و اونا اطلاع دقیق داشتن، برای این که زاخاریان خیلی نزدیک بود با اونها، رابط بود است در مدتی با اونها و از این جهت این هست. یک مسئله دیگه این هست که رزندی نامی که چاپخانه داوودیه رو اداره می کرد و به اسم او بود، این رزندی پس از این که به زندان افتاد این خیانت کرد و با
شبها در زندان میموند، روزها در زندان بود با همه اونای دیگه و شبها میامد بیرون با افراد ساواک و اینها در خیابونها جاهای قرارها رو میدونست تقریبا که قرارهای افراد مسئول حزب چی هست و عده قابل ملاحظه ای از مسئولین درجه اول حزب رو او لو داد، از قبیل میرمزانی، محمد حسین تمدن، نظری و و و و و و بله؟ یزدی رو عده زیادی رو لو داد و دکتر یزدی رو هم لو داد از دندان پزشکی. بعد این در یک برخوردی که من اتفاقا داشتم با من، مرا هم لو داد. دو نفری که آمدند از ساواکی ها که از جیپ که اون بر خیابان ایستاده بود و آمدند به طرف من و گفتند که جناب سرهنگ، من همیشه اونجا لباس نایب سرهنگی می پوشیدم، بارونیم لباس نایب سرهنگی می پوشیدم و راحت را می رفتم. گفتند جناب سرهنگ شما رو فرماندار نظامی می خواد. ولی چون من همیشه اسلحه آماده ماش کشیده تو جیبم بود، گفتم که خب از این طرف بریم. گفتن نه خیر، از این ور جیب حاضر بریم. تا اونا گفتن من اسلحه رو کشیدم و تو صورت یکی زدم. او خونالود شد و افتاد زمین و من از موقعیت تونستم با خالی کردن چند سله از این یه جای خالی از این طرف خیابون، از این خیابون به خیابون بالایی برم، تاکسی بگیرم و پاگونم عوض بکنم. بارونیم رو پشت رو کردم چون دروه بود و کلار دور انداختم و فرار کردم. بعد این رزندی به حزب رو آورد، آمد و پناهنده شد به حزب و گفت که من تا اون روز خیال میکردم که کیانوری خائنه و اون شب دیدم که نیست و اومد و گفت و تمام جنایاتی که کرده بود نوشت و داد و گفت حالا من در اختیار حزبم، اعدامم بکنید اعدام بکنید، من این کار را کردم. بعد ما رزندی رو چون درست تحقیق کردیم همیدیم صادقانه است، فرستادیمش به شوروی. در شوروی هم او این مسئله رو عیناً به شوروی ها گفته و شوروی ها او رو نه حبسش کردن نه زندانیش کردن، بلکه فرستادنش جایی کار بکنه همونطوری که کار میکرد و پذیرفتن. او گفته است که زاخاریان رو در یک خانه بردند و در اونجا شکنجه فوق العاده بهش دادند و در نتیجه چون هیچ چیزی نگفت او رو کشتند و در چاه همون خانه انداختنش. تو این هم یک شهادتی هست برای باز هم موضوع زاخاریه. مسئله دیگه که اینجا گفته شد این است که روزبه که همیشه با شوروی ها ارتباط داشته است، آقای اکباتانی این رو گفتن، این صحیح نیست. روزبه هیچ وقت شخصا با شوروی ها ارتباط نداشته است. من فقط چیزی که نوشتم، چیزی که گفتم، گفتم که روزبه یک بار نامه نوشته است به سفارت شوروی و به اونا گفته است که آقا ما یه سازمانی داریم که سازمان افسری داریم بدون اطلاع حزب، شما اگه به ما کمک اسلحه بکنید ما میتونیم جنگ پارتیزانی را بیندازیم. بعد شوروی ها به دکتر رادمنش که رابط حزب بود و دبیر اول حزب بود و او این نامه رو دادند و او در کمیته مرکزی مطرح کرد. گفته بودند که ببینید اگه اینا آدمای خوبی هستن که جلبشون کنید به حزب و اگر نه آدمای خوبی نیستن خب بندازید نور. و در نتیجه ما خب چون روزبه رو میشناختیم دو مرتبه تصمیم گرفتیم که با سازمان افسری تماس بگیریم، کمیته مرکزی تماس گرفت هیئت اجرایی. ولی روزبه در اون هنگامی که ما دو مرتبه تصمیم خواستیم بگیریم که بگیریم در زندان بود، گرفتار شده بود. با بقیه سازمان افسری تماس گرفتیم. اونها چندین بار با زندان صحبت کردند. روزبه اول موافق نبود به علت همون سابقه. چندین بار با زندان به وسیله رابطینی که داشتن صحبت کردند و بالاخره موافقت روزبه را جلب کردند و اون سازمان دو مرتبه به حزب متصل شد. و اینم درباره روزبه هست.
اینم که گفتن که ایرانی شوروی ها دستور میدن که سازمان افسران در 28 مرداد دست به اقدامی نزنند. همچین مطلبی هیچ وقت نه شوروی ها دستور دادن نه ما چنین دستوری رو گوش کردیم و شنیدیم. شوروی ها چنین دستوری رو ندادن و من گفتم که در نزدیکی 28 مرداد این اصلا عادت شوروی ها بود که هر وقت جریان دشوار و بغرنج می شد رابطه شون رو با همه اون افرادی که در اینجا ارتباط داشتن قطع می کردن. این یه دفعه نیست، چندین دفعه است. آخرین مطلبی که من اینجا می خوام بگم باز هم این مربوط هست به این کتاب سیر کمونیسم در ایران که خود بختیار سرلشکر بختیار نوشته، البته به اسم او هست ولی خودش نوشته با تمام چیزهاش. و در این کتاب که سیر کمونیست در ایران هست او درباره سازمان افسری حزب توده ایران درست به طور دقیق می نویسه که در صفحه 360 که این سازمان افسری چجور بالاخره بازداشت شد و چند نفر از اینها به اعدام شدن، چند نفر یه درجه تخفیف گرفتن تو به همون اعدادی که آقای پرتوی هم گفتن. ولی در تمام این کتاب که خود سرلشکر بختیار می نویسه هیچ اسمی از سازمان وسیع درجه داران اصلا نیست، یک کلمه نیست. حالا اگه در اون کتاب کمونیست در ایران هست این جعل است، چون واقعا چنین چیزی که 3500 تا درجه دار ما داشته باشیم برای من خنده آور اساسا. خواهی کتاب آورده اون کتاب خیلی جعلیات داره، من حرفی ندارم، جعلیات خیلی زیاد داره. این کتاب برای ما سند نیستون. این کتابی که خود بختیار در سال 1336 نوشته یک کلمه از این مسئله نیست. دنبال کنندگان عزیز وبلاگ ما یک خبر خوب داریم. ما آب پیدا کردیم. این در واقع داره کار میکنه؟ من هیچ علامتی از طرف کارگردان نگرفتم. اون فقط حواسش به دوربینه، بدون صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن هیچ اتفاقی نمیفته، با هیچ فیلمی ساخته نمیشه. من اینطوری نمیتونم کار کنم. تو اینطوری میتونی کار بکنی؟ بالاخره من در ایران هستم. خیلی خوشحالم که موفق شدم. این سفر آمادگی و تدارکاتی لازم داشت، چون ایران کمی متفاوته و میتونم بگم که کمی دشواره، ولی من واقعا اینجا رو دوست دارم. آره منم تو رو دوست دارم. منو گاز نگیر، تو یه مبارزی، درسته؟ سلام، به برنامه ایران خوش اومدید.
در برنامه ایران سری میزنیم به طبیعت، به تاریخ و تمدن، به فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی ها. این ساختمان موزه فرش ایران واقع در ضلع شمال غربی پارک لاله در تهران است. این مجموعه در سال 1356 به دستور آخرین ملکه ایران ساخته شد. نمای بیرونی این ساختمان معماری زیبایی دارد که شبیه دار قالیبافی است. این نما طوری طراحی شده است که با انداختن سایه بر روی دیوار بیرونی سازه داخل ساختمان را خنک نگه دارد. در این موزه فرش دو نمایشگاه در دو طبقه و در فضایی به مساحت 3400 متر مربع برگزار می شود. طبقه همکف نمایشگاه دائمی فرش های ایرانی است و از طبقه دوم ساختمان برای برگزاری نمایشگاه های موقت استفاده می شود. در این موزه حدود 150 قطع فرش، قالیچه و گلیم وجود دارد که متعلق به قرن 7 میلادی تا به امروز می باشد. بازدید کننده ها می توانند طیف وسیعی از طرح و نقش های مذهبی موجود در ایران را در این موزه ببینند. فرش ایرانی به عنوان یکی از برجسته‌ترین صنایع دستی ایران شناخته می شود. فرش ایرانی به خاطر تنوع در رنگ مشهور است. رنگ های موجود در فرش ها از 15 تا 25 رنگ متفاوت است و هر رنگ معنی خاص خودش را دارد. نقش فرش ها انعکاس دهنده اعتقادات و احساسات کسانی است که آنها را بافتند. در واقع طراحی فرش های ایرانی نشان دهنده فرهنگ، اعتقاد و شرایط محیطی بافنده آن است. فرش ایرانی یکی از اصلی ترین تجلی های هنر و فرهنگ ایرانی است. این موزه فرش های متنوع و گوناگونی را از 4 گوشه ایران به نمایش گذاشته است. طرح ها عناصر طبیعی مثل گل و پرندگان و حیوانات و یا درون مایه های کهن مربوط به قرن ها پیش را به تصویر می کشند. بعضی فرش ها شجر نامه های خانوادگی پادشاهان و اشراف را نشان می دهند. پشت هر قطع فرش داستان منحصر به فردی وجود دارد. بعضی فرش ها آینه زندگی روزمره روستاییان است و بعضی دیگر اسطوره های شاهنامه که کتاب پادشاهان است و توسط شاعر ایرانی فردوسی نوشته شده است. یک نمونه از قدیمی ترین فرش دست باف به نام پازریک در موزه فرش ایران نگهداری می شود. این فرش از روی فرش اصلی بافته شده است.
تعدادی درون مایه ایرانی و طرح‌های هخامنشی در فرش دیده می شود که نشان دهنده این است که قدمت فرش ایرانی به 2500 سال پیش برمی‌گردد. در این مجموعه یک کتابخانه با بیش از 7000 جلد کتاب وجود دارد که برای محققان و علاقه‌مندان به هنر در دسترس است. بالا اینجا آقا شهرستان هندیانه، اینم پارکینگ کل لنج های گمرکش هم یه 30 کیلومتری بالاتره طرف دریا. واردات صادرات مولشکا به بالا اینم آقا کابین نخلای با پسر از بای جاشو ملوانا. بفرمایید. ببخشید. بفرمایید. اینجایی که میبینین اینا الان یک کابین فرماندهی یا پل فرماندهی، این سکان هدایتمونه. بعد این دندهایی که مشاهده میکنین لنجا اکثرا اینجا دو تا دنده بیشتر ندارین، یکی جلو یکی عقب. اکثرا اینجا خورد و خوراب که مونو خوابیدن مونو استراحتمون تو همینه، تو همین کابینه. اینجا تقریبا نزدیک به 800 فروند لنج صیادی و تجاری وجود داره. یه 400 تاش صیادی هن، 400 تا دیگه تجاری. منطقه صید ما قرموسا و بهرکانه. الان محدودیت های صیدی که برامون گذاشتن از اول فروردین شروع میشه به خاطر تخم ریزی حلوا سفید و اینا تا تیر ماه اینا. اینجا تا دبی نزدیک به 450 مایل رفت و برگشتشه تقریبا 900 مایل میشه. وقتی میرسی به دریا بعد یه مثال معروفی هم هست، میگه به کشتی نشین میداند مصیبت های دریا را. دیگه باده و طوفان و تا بخوای اونجا برسی. اینجا هندی جانه، مستند ببینین با ما ببینین با ما ببینید شبکه مستند سیما.